سلام، خوش اومدید به نوبت شما. اخیراً شاهد گزارش‌هایی بودیم درباره حضور گروه موسوم به گروه دولت اسلامی در بعضی از نواحی جنوبی افغانستان. بعضی مقام‌های محلی این گزارش‌ها رو تایید کردند، اما اشرف غنی گفته افغانستان مثل عراق نیست و نیروهای امنیتی افغان اجازه ورود داعش رو به این کشور نمیدن. من مریم زهدی هستم و امروز توی همین برنامه از شما می‌پرسم که آیا خودتون مشاهده‌ای از حضور داعش در افغانستان دارید؟ یا احیانا شنیدید که حضور داشته باشند در برخی نواحی؟ عملکرد این گروه رو چطور ارزیابی میکنید؟ چقدر زمینه حضور داعش در افغانستان به نظر شما وجود داره؟ با توجه به اینکه ماموریت رزمی نیروهای خارجی از اول سال جدید میلادی در افغانستان تمام شده، فکر میکنید دولت و مردم چطور میتونن احتمال حضور داعش رو در این کشور کاهش بدن؟ طبق معمول برای شرکت تو برنامه ما راههای مختلفی دارید. میتونید به ما ایمیل بزنید، میتونید با وبکم به برنامه ما بیاید یا تلفن و اسمس. شماره تلفن های ما رو روی صفحه های تلویزیونتون میبینید، منم براتون میخونم. تلفن های تماس 2044-27-76-577 و 2044-27-76-578. شماره تلفن اسمس گیر ما 2044-78-94-62-11-19 و آدرس ایمیل ما shoma@bbc.co.uk. در فیسبوک و توییتر هم میتونید همین بحث رو دنبال بکنید، @bbc شما شناسه ماست در توییتر. همکارم نیما اکبرپور امروز منو همراهی میکنه و همین موضوع رو در اینترنت برامون دنبال میکنه. جزئیات بیشتر از خودش. ممنون مریم. سلام، در برنامه امروز من پیام های شما رو میخونم. دیدگاه خودتون رو از راه توییتر و فیسبوک یا پیامک و ایمیل برامون بفرستید. نظرات شما میتونه کمک کنه تا بحثمون داغ‌تر بشه و همه دیدگاه هم پوشش داده بشه. قبل از اینا اما مریم و تلفن های شما. مرسی نیما. روی خط یک ما ظاهر از غزنی هست و روی خط دوی ما آریان از مزار شریف. ظاهر خودت مشاهده ای از حضور احتمالی اعضای داعش در افغانستان داشتی یا احیانا شنیدی کسی دیده باشه؟ بله، سلام بر شما و تمام بینندگان تلویزیون بی بی سی. من از غزنی با شما صحبت میکنم. در غزنی در برخی از ولسوالی ها و مناطق حضور افراد مشکوک و نقابدار تثبیت شده و گفته میشه که این افراد وابسته به داعش است، اما هویت واقعی و اصلی افراد هنوز تثبیت نشده که آیا واقعا افراد مربوط به داعش است و یا خیر. ولی احتمال جدی این است که این افراد مربوط به داعش باشه، به خاطر از اینکه از نوع حرکات و رفتاری از این افراد پیداست که خیلی شباهت داره به داعش و حتی از نحوه پوشش از اینا. و من در ارتباط به پرسش هایی که شما پیشتر مطرح کردید که تا چقدر مثلا زمینه و ظرفیت برای حضور و نفوذ افراد وابسته به داعش در افغانستان وجود داره، میخواییم بگویم که ببینید شما داعش دقیقا ولایت هایی را برای حضور و نفوذ خود انتخاب کرده که حدود 19 سال پیش طالبا او ولایت ها را انتخاب کرده بود برای اعلام وجود خود. ولایت های مانند زابل، هلمند، غزنی، پکتیکا که اکثرا ولایت های جنوبی است و در این ولایات سطح سواد پایین است و نوع تلقی خاصی از دین حکم روا است و این فرصت میده برای داعش و گروه های تندروی که ایده های خیلی افراطی و تلقی خاص و تندروانه است دین داره و اسلام داره. لذا است که در این ولایت ها فرصت و زمینه و ظرفیت وجود داره برای حضور و یافتن یک خوشی حمایتی برای گروه های تروریستی و افراطی مانند داعش. ظاهر، حالا تو خودت مشخصا نگران حضور این نیروها هستی در افغانستان، یعنی برای جدیه؟ دقیقا، من نگرانی جدی دارم به خاطر از اینکه ببینید وقتی داعش در ولایت های نفوذ و حضور داره و گفته میشه که افراد وابسته به این گروه فعلا حضور داره که ولایت هایی که تقریبا تحت تسلط نسبی طالبا هست و این میرسانه که مثلا گروه طالبا شاید در یک تبانی و توافق با داعش مثلا همکار داعش باشه و یک همگرایی شکل بدم اینا و در کمک و همیاری هم بتونه مثلا روند خشونت، جنگ و جدال های فعلی را به حساب سطحش ببر بالا و این جدا برای یک تبعی افغان و کسی که مثلا در افغانستان زندگی میکنه شدید نگران کننده است و از این جهت ما خودم هم خیلی نگرانی داریم.
مرسی، ممنون از تو. با آریان صحبت بکنیم. ظاهر گفت که نگران از حضور این نیروها. اول به ما بگو که تو خودت مشاهده داشتی یا چیزی شنیدی، بعد بگو که نگران هستی یا نه. من سلام عرض میکنم خدمتتون، خدمت برادرم ظاهر عرض بکنم که ببینین، من به عین خودم ندیدم ولی شاهد هستم و شنیدم که خیلی آینه میگن که دیدن و کسایی که از اطراف از روستاهای خصوصا از ولایت سرپل میان به طرف مزار شریف میگن که هست، وجود دارن، ما دیدیم. و یک نمونه این کار ناشدنیش هست که تقریبا پاستال بود فکر کنم که یک گروه از نقاپوش در ولایت نورستان زور کردن که در 12 تا طالب اعدام کردن، سر بریدن و دوباره ما پذیر شدن. خود از این نشانه از داعش هست. و یک تبوری دیگر که ما برای شما میخوایم واضح تر بسام که داعش وجود در افغانستان، ببینیم تئوری که طالبان در وقت مجاهدین به کار بستن، یعنی جنگ های داخلی و اینقدر مجاهدین در ملای عام اینا بدنامد غیر قابل پذیرش و غیر قابل تحمل کردن که مردم راضی به پذیرفتن طالبان شدن. از وقتی که عملیات طالبان در میدان فوتبال در پکتیکا، در خانه فرهنگی در کابل و حتی به خونپاره در یک مجلس عروسی، ببینید وقتی اینا رخ داد، یعنی زمینی پیشفرض مردم آماده کردن یه چیز بهتر از طالب. ما در سابقه مثلا سابقه نداشت دارم مستقیم برای یک جای غیر دولتی و غیر نظامی حمله بکنن، اصلا وجود نداشت. اگر در جریان حملهشان یک تعداد غیر نظامی از بین کشته میشد، خب لینکن شد، اما اینا مستقیم مواکب به مردم ملکی حمله کردن. خود از این زمینه ساز داعش هست، یعنی این از پیش زمینه بخواد اینا کلید زدن که مردم بر علیه طالب باشن و ذهنیت ها رو آماده کردن. آیان ظاهر میگفت نگران اینه که طالبان احیانا به خاطر اینکه تندرو هستن با این نیروها هم مسیر بشن و به هم بپیوندن. تو نظر چیه در باره این تحلیل؟ من در رابطه به طالبان یک روشنی براتون بندازم. طالب در افغانستان به گونه خاصی وجود داره. اینه من اینه در اینه با مدرک براتون میخواهم اثبات بکنم که در افغانستان اینقدر طالبایی که ادعا میکنن وجود ندارن. افراد اشخاص خیلی هستن که دنبال یک اسم میگردن، خیلی از افراد هستن به اسم طالب فعالیت میکنن و اصلا شناخت با طالب ندارن، اصلا رابطه با طالبان اصلا ندارن. همه اینا میدونن قومندان های جهادی، آدم شخصیت ناراضی، کسایی که بالاخره به هر دلیلی دنبال یک بهانه‌گیری هستن و اینا به تحت عنوان طالب استفاده میکنن و همین آدما میتونن داعش بشن. در شرایطی که ما میبینیم که تعداد ناراضی ها بیشتر شده، کمتر نه، با ایجاد کابینه و با اختلاف هایی که ما داریم میبینیم، مشتاره کتره به آدم های پرنفوذ و زورمن داده میشن، خود از این زمین اساس داعش هست. و در رابطه به که در جون سوالات هم بود که زمینی در افغانستان وجود داره، بله زمینه خیلی شدید وجود داره. میبینیم ما چند گزینه در نظر میگیریم. اولین گزینه در بین مردم افغانستان وجود داره افراطی‌گری است، چون مدارس دینی اینقدر پراگنده است که در هر محله و در هر مسجد یک مدرسه دینی 50 تا 60 تا 100 تا طلبه داره پرورش میده. هیچ کنترل نظر روی اینا نیست، هیچ کنترل نیست. خود اینا میتونه زمینه ساز افراطی‌گری باشه که واقعا مفاسد شدید جریان داره در بینشون. دومین گزینه که کسی به اون توجه رو میکنه فقر جنسی است، فقر لذت جنسی که در بین جوانان خیلی رایج است. خود از مثلا داعش با اعراض گذاشتن دختران جوان، با نمیدونم به بردگی گرفتن، خود از یک زمینه سازی است برای جوانانی که محروم هستن از این قضیه. مرسی، متشکرم. اجازه بدید که نظر ظاهر رو دوباره بشنویم. ظاهر، صحبت‌های آریان رو شنیدی، نکته‌ای داری اضافه بکنی به صحبت‌هاش؟ البته ما با این قسمتی از گفته های دوست موافق نیستم که می گفتن مثلا طالب کارهایی کرده که فعلا ذهنیت آماده است برای پذیرش داعش. نه، چون این چیزی نیست اتفاقا. من فکر میکنم که داعش و ادامه طالبا و به نحوی مثلا یک پروسه مکرر طالبا مردم در افغانستان میبینه، نه که مثلا نور خیلی تفکیب کنه از طالبا و مثلا خیلی از نقاطی مثلا بهتر زده رو جستجو کنه. پس به نظرت مردم احیانا ممکن احتمالش کمه که ازشون طرفداری کنن، درسته؟ البته نه، برعکس. من فکر میکنم که کسانی که مثلا از ایده های افراطی که طالبان مطرح میکنه پشتیبانی و حمایت میکنه، اینا به هر اندازه که این ایده ها به شکل قاطع تر و به شکل جدی تر مطرح شوه و مثلا عملکردها و کنش های خیلی قاطع تر از خود نشان بده، برای مردم جذبه ایجاد میکنه. و من فکر میکنم که مردم چون تشخیصش ای است که در تعقیب ایده هایی که اونا به ظاهر اسلامی به خورد مردم میده،
داعش خیلی قاطع‌تر و جسورتر و جدی‌تر از طالبان است و از این جهت من فکر میکنم که میتونه مثلا برای مردم جالب باشه و میتونه که زودتر مثلا زمینه رشد و رسوخ خود در بین مردم فراهم سازه. مرسی، ممنون از هر دوی شما که برنامه ما اومدید. با ظاهر از غزنی خدافظی میکنم و آریان از مزار شریف. بریم به وبسایت بی بی سی فارسی. عزت الله درباره احتمال حضور داعش در افغانستان نوشته: نگرانم و بیشتر نگرانیم از اینه که بلاهایی که سر مردم سوریه و عراق اومد سر مردم ما تکرار بشه. افغانستان امروز شرایط بسیار فراهمی جهت پذیرایی از داعشیان داره. زوار اما نوشته: نه خیر، هیچ نگرانی از آمدن داعش ندارم، چون طالبان روی دیگر سکه داعش است. وقتی در جامعه بی‌عدالتی، بیکاری و گرانی بر مردم تحمیل میشه، این خودش بدتر از داعشه. نجیب الله هم نوشته: گروه‌های تروریستی همواره در کشورهای فقیر با حکومت‌های ضعیف و فاسد و در جوامع جنگ‌زده و بی‌سواد رشد می‌کنند. خشونت‌ها و جنگ‌های داخلی و بی‌عدالتی‌های دولت مردان افغان و دخالت بیگانگان در امور داخلی باعث پیدایش طالبان و تروریسم در افغانستان شد. خب دوباره بریم سراغ خطای تلفن. منان از فراه روی خط 1 ماست، عزیز از زرنج روی خط 2 ما رو همراهی میکنه و وحید مژده تحلیلگر سیاسی که در دوره طالبان در وزارت امور خارجه کار میکرده همراه ماست از کابل با اسکایپ. سلام آقای مژده، خوش اومدید به نوبت شما. سلام خدمت شما و خدمت بینندگان محترم تلویزیون بی بی سی. آقای مژده، شما نظرتون درباره احتمال حضور نیروهای داعش در افغانستان چیه؟ من صحبتای دوستاره که از غزنی مثلا صحبتای داشتن یا از جای دیگه شنیدم، عرض کنم که احتمال حضور داعش در افغانستان مثل احتمال حضور داعش در سوریه و عراق بعد از تضعیف القاعده و جبهه النصره است. یعنی به این معنا که هیچ وقت ما فکر نکنیم که اگر طالب از بین رفت، جانشین طالب یا در حقیقت دولت افغانستان است یا دولت میتونه اون مناطق را کنترل کنه. یعنی این نشان میده که جانشین طالبا گروه هایتون روتر از طالبا خواهند بود. اما در مورد داعش در افغانستان باید گفت که یک مشکل بزرگ وجود داره برای داعش که در افغانستان بتونه نفوذ بکنه و در همچنان در پاکستان. مشکل بزرگ داعش این است که یک گروه سلفی تند رو هستند و در افغانستان و در پاکستان گروه های طالبان کسانی هستند که حنفی مذهب های راسخ العقیده به حساب می آیند. اصلا به نکته خوبی اشاره کردی، یکی از بیننده های ما هم داشت همین رو میگفت و میگفت نگرانه که این دوتا جریان به هم بپیوندن. شما به لحاظ مذهبی و استراتژیک چه تفاوت ها و چه مشابهت هایی میبینید بین این دو گروه؟ ببینید، البته طالبان سابقه کار با القاعده را هم دارن که اونا هم گروه های سلفی، یعنی گروه سلفی هست، اما در اونجا شرایط فرق میکرد. شرایط طوری بود که طالبان تحت اثر القاعده نبودن، بلکه اسامه بن لادن رهبر القاعده به ملا محمد عمر بیعت کرده بود و به خاطر همین هم بود که طالبان اجازه ندادن در افغانستان القاعده همون کارهایی را بکنه که مثلا در عراق مشاهده بودیم در دوران جنگ هایی که صورت گرفت، مثلا کشتن شیعه ها و مسائل از این قبیل. بنابراین اگر داعش بخواد در افغانستان بیاید و تحت بیرق طالبان بخواد عملیات بکنه و فعالیت بکنه، امکان پذیر نیست. داعش خواستار خلافت اسلامی است که در سر تا سر جهان اسلام این خلافت باید گسترده باشه. طالبان خواهان حکومت تطبیق شریعت در جغرافی های افغانستان هستند. بنابراین این خود این دو مسئله هم با هم در تضاد است. وقتی که ملا محمد عمر به عنوان امیرالمومنین در افغانستان هست و ابوبکر بغدادی اعلان میکنه که من خلیفه مسلمین هستم در همه جا، خب طبیعی است که از نظر استراتژیک و از نظر سیاسی و همچنان از نظر مذهبی یک مشکل ایجاد میشه که آیا این دو تا میتونن با هم کار کنن؟ آیا مثل حکومت وحدت ملی میشه که دو تا رهبر باشن و هیچ وقت هم نتونن به جایی برسن؟ بنابراین من فکر نمی کنم که چنین چیز امکان پذیر باشه. مرسی، همراه ما باشید همچنان با منان از فراه صحبت کنیم. منان، خودت مشاهده ای داشتی از احتمال حضور این نیروها در افغانستان؟ سلام به رادیو بی بی سی. بله، یک کلوسوالی به نام پشترود در ولایت فراه که در کلیه
مزار معروف به قلعه مزار، اونجا تقریبا به نام داعش 70-80 نفر مشاهده شدن و مردم دیدن به رکب سیاه و به آموزش نظامی مردم دیدن و اسلحه پیشرفته هم مردم دیدن و خیلی هم مردم نگران شدن که مردم به این فکر است که ما 37 سال جنگ کردیم، الان یک جنگی جدید در رایه. مردم به این فکر است، خیلی هم نگران شدن، ولی جوانا باز امیدوار شدن چون کار و کاسبی و چیز نیستن، امکان دارن که بپیوندن با داعش. چقدر احتمال میدی که این اتفاق بیفته؟ بله؟ چقدر احتمال میدی که این اتفاق بیفته و بپیوندن بهشون؟ اول چیز که در کلی مزار اومده بودن، اول مردم میگفتن که 60-70 نفرن، الان صحبت از 80-90 نفر میشن. همون برای تفارای ما جوانه ما هم یک چند نفر بهشون مثل پیواز کردن، رفتن به پیششون. به نظر ما مردم خیلی نگرانن که این اتفاق بیفتن. مرسی. پس نگرانن. شما خودت هم احساس نگرانی میکنی؟ با عزیز زرنج صحبت بکنیم. عزیز، خودت احیانا مشاهده داشتی که شنیدی دور و برت که بگن دیدن کسانی رو که متعلق به این گروه هستن و نگران باشن، یا اصلا تحلیل دیگه ای داشته باشن؟ با سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان بی بی سی. بله، ما خبرهای میشنویم از اطراف و اکناف ولایت های دیگه میشنویم که بعض افراد آمدن با پرچمای سیاه اعلان کردن که ما از گروه داعش هستیم و بعض جای مردم تهدید کردن. اما عقاید سلفی همونطور که جناب آقای مجده گفتن، عقاید خود با مردم بیان کردن و نکته گذاشتن بر بعض اعتقادات مردم، مثلا احترام سادات و اولاد پیامبر و بعض مسائل دیگر که از اعتقادات سلفی هستند. در مجموع یه چیزی روشن است که در جای جای افغانستان و در نقاط زیاد کسانی به نام داعش سر صدا را بلند کردن. اما همونطور که ما با جناب آقای مجده موافق هستم که حضور داعش در افغانستان به صورت حضور طالبان که برخواسته آمد ولایت ها را اشغال کرد و حکومت تشکیل دادیتو نخواهد بود. اما با توجه به چند نکته، اول تعلیمی خیلی از جوانان نوجوانان افغانی در طول 30 سال و 35 سال در مدارس که نسبتاً طرفدار وهابیت در پاکستان که اینا تعلیم دیدن و موضوع پدیده فقر در ولسوالی ها و دهات افغانستان و موضوع سوم افتشال و یک نوع سرخوردگی طالبان و عدم حضور ملا عمر در افغانستان و احیانا ندیدن خیلی از افراد و طرفداران طالبان که حتی امیرالمومنین رو به چشم ندیدن و سوسی وضعیت حکومت مرکزی و خیلی از عوامل دیگه باعث میشه که داعش در افغانستان حضور پیدا کنه و این یک چیز حتمی هست و بنابر همین مسائل و فاکتورهای دیگه که وجود داره. متشکرم از شما. آقای مجده، الان صحبت‌های بیننده‌های ما رو شنیدید، به نقاط ضعفی اشاره شد که به نظر این بیننده ما باعث میشه که داعش حضور پیدا بکنه و مردم بعضیا طرفداری بکنن. نظر شما چی هست؟ فکر می‌کنید مردم طرفداری می‌کنن از داعش اگر که احیانا حضور پیدا کنه اونجا؟ ببینید، یک نکته رو باید در نظر گرفت. تمام دوستایی که صحبت کردن، هیچ کس خودش با چشم خود نه کامیرا دیده و نه فردی را دیده که او مسلح باشه. اگر اشتباه نکنم منان خودش داشت از جایی که زندگی میکنه صحبت میکرد و میگفت دیده شده. بله، دیده شده به این معنا که من خودم ندیدم اما دیگران دیدن و به من گفتن. مسئله ای است که آیا این افراد، اگر کسانی ادعا میکنن که با داعش هستن، اینا از طرف رهبری داعش به افغانستان گماشته شدن یا کسانی هستن که همونطوری که یکی از کسی که صحبت میکرد، یکی از بیننده ها گفت که کسانی با نام طالب که با طالب رابطه ندارن اما به خاطری که خود مطرح بکنن میگن ما طالب هستیم یا با طالب رابطه داریم. یک تعداد افراد هستن که با نام داعش خودشان سر و صدایی را بلند شاید کرده باشن. در پاکستان ما میشناسیم بعضی ها را
و از اون جمله مثلا آقای شاهد الله شاهد، سخنگوی سابق طالبان پاکستانی، یکی از کسانی بود که اعلان کرد که ما با داعش بیعت کردیم. یکی کس دیگه که با داعش بیعت کرد و اعلان کرد آقای مسلم دوست بود که این شخص هم البته فقط کارش با مبیعت خلاصه شد و دیگه از طرف خود داعش هیچ نوع تاییدی در رابطه شنیده نشد که بگوید که مثلا این شخص امیر فلان جا است، چرا که معمولا اینا امیر تعیین میکنن در یک منطقه. مثلا ولایت افغانستان فلان شخص نائب امیر است در افغانستان یا در پاکستان یا در جاهای دیگه، مثل که القاعده این کارو میکرد. اما ما میبینیم که چنین چیزی نیست. بنابراین میمونه این نگرانی هایی که بعضیا شنیدن. در رابطه با غزنی باید بگویم که در تابستان امسال شایعاتی در مورد داعش شنیده شد و ایده گفتن که ما داعش دیدیم، افرادی را که با لباس‌های متفاوت از طالبان در این جزایر شدن. اما یک افراد کیا بودن؟ من تا جایی که معلومات گرفتم یک قوم است به نام دفتانی، که دفتانی ها هم در وزیرستان زمین دارن و هم در غزنی اینا علفچر دارن. تابستان ها اینا کوچ میکنن و میان به همین علفچرهایشان در غزنی و مخصوصا در مناطق از ناور و اینجا اینا هستن. و جنگ اینا هم از دوران سابق، از دورانی که اتحاد شوروی در افغانستان حضور داشت، جنگ فصلی بوده. اینا در فصل تابستان با رمه‌های خود میان و بعد از او در این مناطق جنگ میکردن و میرفتن و در اون زمان با حزب اسلامی آقای حکمتیار بودن، حالا با طالبان هستن. همین قسم در یک جای دیگه از ولایت غزنی در مناطق دور افتاده به نام دای چوپان، در این منطقه هم بعضی‌ها میگن که داعش در اینجا آمده و خارجی‌ها هستن تعداد زیاد. البته در بسیاری موارد اینا اشاره به داعش میکنن و زیادتر به خارجی ها اشاره میکنن، نه به افغان ها یا کدام چی دیگر. در این منطقه بعد از اینکه در سال 2006 جنگ های شدیدی در وزیرستان شمالی اتفاق افتاد، گروه تحت رهبری طاهرالدوش که از حرکت اسلامی ازبکستان بود، اینا از اون منطقه رانده شدند. مولا محمد عمر در اون زمان یک هیئت فرستاد و بین مولا نذیر و حافظ گلبهادر در اینجا یک طرف و ازبک‌ها از طرف دیگه جنگ شد و بالاخره اینا را از مولا محمد عمر از بیت الله مسعود در اون زمان خواست اینا را در وزیرستان جنوبی در منطقه مسعود جای بدن و بعدا اینا را چون در اونجا هم زیر فشار بودن اینا را به دای چوپان که مناطق آزاد است در اونجا آوردن. در هلمند هم که اشاره کردن، در مسئله هلمند هم باید خدمتتون عرض کنم که یا در نورستان در جای دیگه که افراد نقابدار دیده شدن. در این رابطه خیلی این مسئله سر و صدا بلند کرد، اما اصل قضیه این بود که طالبان یک قوای مثل اسپیشال فورسی که نیروهای افغان داره و خارجی دارن، اینا هم یک نیروی دارن که در بعض موارد کماندانهای سرکش طالبان را، اونایی را که مثلا از کار برکنار میشن یا بعض کارا میکنن که باید برکنار شون، اونا یا با دولت ارتباط میگیرن، اونا رو وقتی که برکنار میکنن، اگر احیانا کسی قبول نکنه از اینکه معزول شده، در اون صورت بازی قوا با اونجا فرستاده میشن و اینا همین افراد خلسرا میکنن. نانچه در من دمیتر شد و همچنان در نورستان. بنابراین هیچ ارتباطی مسائل با داعش نداشته و نداره. ممنونم، همچنان با ما بمونید. شنوندگان رادیو هم به ما پیوستن یه چند دقیقه، به اونها خوش آمد میگم. برنامه امروز ما درباره احتمال حضور داعش در افغانستانه. داریم از شما بپرسیم که آیا شخصا مشاهدی در این مورد دارید یا نه، و آیا افغانستان رو به نظرتون زمینش فراهم برای فعالیت های داعش درش یا نه. اگر شنونده ما هستید، شما هم میتونید در نیم ساعت آینده با ما تماس بگیرید و توی این برنامه شرکت کنید. بگذارید با منان از فراه خدافظی بکنم، جاش رو بدم به احمد شاه از بادغیس. احمد شاه، سوالی که میخوام ازت بکنم اینه که به نظرت مردم چقدر حمایت میکنن، اصلا حمایت میکنن از نیروهای حضور احتمالی نیروهای داعش در افغانستان، و اگر حمایت میکنن به چه دلیل ممکنه حمایت کنن؟ اول سلام و احترام خود را به کارکنان تلویزیون بی بی سی و بینندگان تقدیم میکنم. بعدا به نظر من گروه داعش بسترش در افغانستان آمده است، به خاطر از این مردم حمایت میکنن. علت اصلیش این است که مردم افغانستان اکثرا مسلمان هستند و سنی مذهب هستند، و از طرف دیگه عامل عمده ایش که خود دولت ما اصلا نامش اسلامی است، از تمام اعمال و کردارش همگی خلاف اسلام است و توسط قطر ساخته شده، تمام
اهداف غرب را پیاده میکند، نامش کشور اسلامیه و بنابراین مردم اکثرا 80% مردم از این دولت ما چی پشتونه های چی فارسه های به خاطری که عمل اسلامی نداره بالاخره از این دولت حمایه نمیکنند و از طرف دیگه مردم از دست ظلم طالب هم متنفر شدن و از دست فسق و فساد دولت هم احمد چا اجازه بده نظر خودت رو هم بشنویم. مردم رو ممنون که پاسخ دادی به ما. خودت نظرت چیه؟ نظر شخصی راجع به عمل کرد داعش توی این مدت چیه؟ ارزیابی چیه؟ ببینید شما هر چیزی که به وجود میاد یک علت داره. علت گروه داعش از شما بیتر معلومه که وقتی که بشار اسد در سوریه ظلم به نهایتی کرد، نورالملکی در عراق ظلم کرد، اون مردم سنی تا چند وقت قتل و قتال کرد، بعد نرمی مردم مجبور شدن کشورهای عربی رو به زنا کمک کردن بالاخره به خاطر که انتقام خور بگیرن. اینمی این ظلم اونا بود که عمل کرد به زنا به وجود آورد. خب فکر میکنی تو افغانستان چقدر زمینه فراهم هست برای حضور احتمالی اینها؟ در افغانستان زمینه زیاد فراهم است به خاطر از اینکه اوستون یا علت عمدهش همیه که کشور افغانستان ما اعمال اسلامی را انجام نمیده، مردم اکثرا سنی و مسلمان هستند. اگر گروه داعش اعمال خوبی داشته باشه و طبق اسلام باشه مردم از او حمایت میکنن و این همه تبلیغ ها و بچسبای قرب میگن که به طور مثال او سلفی هستن و وهابی هستن و تنزاو هستن و القاعده هستن و دیگه بنیادگرا هستن و اگر نه در قانون خود اسلام و مذهب حنفی تخریب کردن بنای بالای بالای قبرا همگی درسته، اینا بنیاد سلفی و وهابیه. مرسی نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. آقای مجد، صحبت احمدشاه رو شنیدید، نظرتون چی؟ اگه نکته‌ای دارید به صحبتاش اضافه بکنید بکنید لطفا. میگه احتمالی طرفداری مردم زیاد از داعش اگر حضور پیدا کنند در افغانستان. ببینین اصلا ما قبلا هم اشاره کردم که داعش اصلا نمیخواد که در افغانستان رسما کدام کاری بکنه. ادعای کسایی به نام داعش که در افراد که میتوان گفت که متداعشین، کسایی که خود وابسته به داعش میدانند، در اینجا شاید در بعضی جای ها صدای بلند کرده باشند، اما حضور داعش در افغانستان شما منتفی میدونید. ولی احمدشاه میگفتش که به نظرش به خاطر ضعف هایی که در افغانستان وجود داره و حکومتی که به گفته احمدشاه اسمش اسلامیه ولی اسلامی عمل نمیکنه، داعش حرکاتش و کارهایی که میکنه فعالیتاش اسلامی تره، پس مردم ممکنه بیشتر توجه کنند. اصلا داعش ما میخوایم امیره بگویم که وقتی که یک گروه هنوز ظهور نکرده، هنوز در کسی ندیده او را و یک چیز در خیال مردم است، حالا مردم چطور میگن که اینا بهتر هستن مثلا نسبت به دیگر گروه ها در افغانستان؟ ما کاری به این ندارم که کی خوب است کی بد است. ممکن است داعش بهتر از طالب باشه یا القاعده بهتر از داعش باشه، مسائل دیگه است. منظور سر این است که آیا امکان حضور داعش در افغانستان چقدر است؟ آیا در مناطق دورافتاده که در دست طالب ها هست، در اونجا داعش چگونه میتونه نفوذ بکنه؟ در حالی که حتی حزب اسلامی در جای اجازه ندادن اینا که در اونجا جبهات حزب اسلامی بتونن فعالیت به صورت درست بکنن و حتی اونا رو خیلی سلاخ کردن، به خاطر اینکه میگن دو گروه در یک جای اگر بود فساد ایجاد میشه و اینا طالب ها هرگز اجازه ندادن دیگران. در هر جایی که شما میبینید طالب ها هستند. پس اگر داعش واقعا عملیاتی را در افغانستان انجام بده، حتما در برخورد میان طالب ها و داعش ما شاهد خواهیم بود. مرسی وحید مجد. اجازه بدید که با عزیز مثل که میخواد به یه نکات دیگه به بحث ما اضافه بکنه، اینطور که همکاران من میگن. عزیز اگه صحبتی داری راجع به این بحثی که الان در گرفت ما میشنویم، خطت بازه. بله، کوتاه عرض کنم که ما با برادر که میگه ملت حضور داعش حکومت یا دولت افغانستان است با این موضوع موافق نیستم. این دلیل حضور داعش در افغانستان نیست. ولی با آقای مجد موافق نیستم که اصلا خواستگاه و زمینه برای حضور داعش در افغانستان موجود نیست، بلکه قضیه برعکس است. ما دعوانم عرض کردم که زمینه برای حضور گسترده داعش در افغانستان فراهم نیست، اما برای حضور داعش به دلایلی که عرض کردم، از جمله که ما خیلی از تعلیم دیدگان مدارس علوم دینی داریم در مدارس که اساتیدشان وهابی بودن و ما میتونیم بگوییم الان در این شهر زرنگ شما هستیم، ما مولوی سلفی داریم که در
روز جمعه نماز جمعه جداگانه داره با مو قرائت خودشان از دین دارن. یعنی میخوایم عرض کنم که با توجه به دلایلی که گفته شد زمینه برای حضور اندک داعش در افغانستان فراهم هست، اما این نکته میمانه که آیا رهبری داعش برای افرادش در یا طرفدارانش در افغانستان برنامه داره یا نه، یک بحث جداگانه است. اما زمینه برای حضور اندک داعش در افغانستان فراهم است. متشکرم آقای مجده. اگر نکته تازه‌ای دارید خیلی کوتاه به بحث ما اضافه کنید لطفاً. صحبت های عزیز رو شنید. آقای عزیز مثلی که متوجه حرفای من نشدن. من برایشان گفتم که کسانی که در افغانستان هستن اینا ارتباطی با مرکز داعش ندارن. اینا کسایی هستن که فقط بیرق شاید بیرق از داعش در جای بلند کنن، اما اینا رو نمیتوان گفت که اینا وابسته به داعش هستن. و این که میگن که حضور اندک داعش اینمی حضور اندک داعش امیر نشان میده که بعضی کسا میگن که ما با داعش هستیم در حالی که داعش اونا رو نمیشناسن. متشکرم از شما. وحید مجده تحلیلگر سیاسی که در دوران طالبان در وزارت امور خارجه کار میکرد از کابل با ما، احمدشاه از بادغیس و عزیز از زرنج. بریم سراغ نیما ببینیم چی برامون آماده کرد. در فیسبوک بی بی سی فارسی و همینطور نوبت شما بسیار بحث داغه. نثار احمد در فیسبوک ما نوشته که داعش اختلاف نظر عقیدتی داره با مجاهدان امارت، مثلا بیشتر داعش یا سنی های سلفی وهابی هستن. در قدیم هم افغانستان در زمان حاکمیت امارت اسلامی میگه که مشکل داشتیم با اینها چون بسیار تندرو بودن و حتی نیروهای نظامی ما با این سلفی ها برخورد میکنن و در کل معتقده که طرفداری نخواهند داشت. اما نوری نوشته که اگه اصلا کلن تبعیض بین شیعه و سنی نبود، حالا داعش و طالب هم وجود نداشت. متاسفانه مسلمانان از بین خود در واقع خرابه ساختند و غربی ها از جمله آمریکا هم و حامیانش میگه از این آب گلالود دارن استفاده میکنند. یاسین گفته به عنوان یک تبع افغان مقیم خارج از حضور تندروان اسلامی یا اعضای داعش اطراف ولسوالی جاغوری که زادگاه من میباشد عمیقا احساس نگرانی میکنم. ولسوالی ما ممکن است که حتی به کوبانی افغانستان مبدل شود. زمینه حضور داعش در مناطق جنوب افغانستان نظرش گفته که فراهمه و مردم این مناطق همانطوری که از طالبان حمایت میکردند و میکنند از حضور داعش هم به نظرش استقبال میکنند و در بیشتر مناطق ولایت زابل، غزنی و هلمند این افراد میگه به جذب نیرو پرداختند و معتقده که حتی ممکنه از بهار سال آینده حملات خودشون رو شروع کنند. و خب برای نظر یاسین بود در فیسبوک ما. مریم ممنونم. نیما بریم سراغ خطای تلفن. شهر بانو از کابل روی خط 1 ما و روی خط 2 اسحاق از هرات. شهبانو احتمالاً بحثا رو دنبال کردی تا الان. تو خودت شخصاً چقدر نگران حضور احتمالی داعش در افغانستان هستی؟ با درود به همه شما. من همه برنامه رو شنیدم. با الفاظ آقای مجده اصلاً موافق نیستم. آقای مجده من حیث یک کارشناس سیاسی خیلی سطحی به مسائل برخورد میکنه و چنین برخوردها باعث میشه که حتی اگر داعش حضورم نداشته باشه بیایه حضور پیدا بکنه و رسما اینجا کارها خود شروع بکنه. وقتی حتی اگر آوازی همچه جریان خطرناکی در افغانستان پخش میشه، مسئولیت همین کارشناسا و فعالین مدنی و بعد دولت مردای افغانستان است که موضوع را جدی بگیرن. اینطور سطحی اگر امروز برخورد بکنن که نه اینطور هست و طور نیست، این زمینه را بیشتر مساعد میکنه که همون گروه ها بیشتر رشد بکنن. ما در زمانی که نو طالب هم رشد میکرد یا حضور پیدا میکرد با همه طور برخوردها روبرو بودیم. دولت مردا یا فعالین ما یا کارشناسای سیاسی ما میگفتن نه چیزی نیست، جدی نباید گرفت، مردم پریشان نکنین. اما ما دیدیم که جریان چقدر جدی بود. حالا میتونه داعش هم از این از طالب که جدی تر یک جریان خطرناکتر که هست. حالا نظر شخصی خودت چیه واقعا؟ ما همونطور که شما شنوندگان دیگه‌تون بینندگان دیگه‌تون هم گفتن واقعا ما نگران هستیم. مردم افغانستان همش نگران هستن. شما دیدین یکی از بینندگانتون رسما اینجا آمد از گروه داعش به نحوی قبولش داشت، به نحوی داشت ازش پشتیبانی میکرد. دولت اسلامی ما را میگفت دولت اسلامی نیست، ما این کارا نداریم، داعش کی کارا میکنه مثلا خوب میکنه، مسجد خراب میکنه خوب میکنه. اینمی هست که زمینه را مساعد میسازه که جریان داعش در افغانستان جا بگیره.
حتی اگر نباشه. مرسی، متشکرم. زود همین موضوع رو از اسحاق هم سوال بکنیم از هرات. اسحاق، تو چقدر نگرانی؟ تو هم منزه شهربانو نگرانی داری از حضور اینها در اعضای گروه داعش در افغانستان؟ با سلام خدمت شما بیننده‌های محترم شما، به نظر من این تهدید جدی نسبت به مردم افغانستان نیست، چون نیروهای امنیتی افغانستان توان مقابله با چنین گروه‌هایی داره. احتمال از این میره که مثلا به بعضی از مناطق کوهستانی افغانستان حضور داعش در اونجا باشه، احتمال زیادی هم هست. منتها ما باور به این داریم که نیروهای امنیتی افغانستان توان مقابله با این رقم گروه‌های را داره. در همین زمینه بزن نظر شهربانو رو هم بشنویم. شهربانو، اسحاق میگه نیروهای امنیتی قدرت مقابله رو دارن، همونجوری که اشرف غنی گفته، و اجازه نمیدن. تو نظرت چیه؟ میگه نگران نیست؟ ما البته بسیار با تاسف میخوایم اینو بگویم که بسیار یک نظر خوشباورانه است. اگر ما باور داشته باشیم به نیروهای امنیتی ما داریم میبینیم نیروهای امنیتی ما با طالب چگونه میجنگه و چطور میتونه با داعش بجنگه. ما در همین شهر کابل، پایتخت افغانستان، چند کیلومتری قصر رئیس جمهوری انتحار میشه، مردم کشته میشه، دوز و دوزی و نمیدونم اختطاف و اوج خود رسیدن نیروهای امنیتی نمیتونه مانع از اینا شه. باز بالاخره چطور میتونه که مانع داعش شوه؟ من بسیار خوش دارم که با نظر دوستم و برادرم هم نظر باشم و باورمند باشم به نیروهای امنیتی ما، اما باید وقت بینانه فکر بکنیم و واقعیت رو در نظر بگیریم و خطری که در راه هست رو جدی بگیریم و مردم آگاه بسازیم که بفهمند داعش چی هست و ازش پشتیبانی و حمایت نکنند حداقل. مرسی، اجازه بده که نظر اسحاق رو هم بشنویم بدون هیچ توضیح اضافه‌ای. صحبت‌های شهربانی رو شنیدی، بگو. به نظر من این خواهر ما تاثیر، خب ما هم ترسیدیم داریم از حضور گروه داعش، منتها این که وحله هایی که به ما دولت مدار ما میده انشاءالله اونا به او ادا وفا میکنه و این تجربه جدید نیست که برای مردم افغانستان که حضور گروه داعش به افغانستان باشه و جای نگرانی باشه. چندین سال است که طالبا گروه های دهشت افغانی در افغانستان فعالیت های دارن، منتها بازم شکر میکنیم که نیروهای امنیتی ما توان مقابله با اینا داشته و در مقابل از اینا از ملت خود دفاع کرده، از وطن خود دفاع کرده. در چندین موقعهای دیگه که بوده اگر افغان ها نیروهای امنیتی افغان اجازه ای را نداشتن، خود دولت های غربی نمیخواستن که افغان ها پیشرفت کنن. منتها حال که حضور نیروهای امنیتی خارجی در افغانستان کمتر شده و قوت‌های نیروهای مسلح ما به دست خود ما و عملیات‌ها به دست خود افغان‌ها، انشاءالله توان مقابله با این رقم گروه‌های رد داره انشاءالله. مرسی. یه سوال دیگه هم از شهربانو بکنم، برگردیم به شهربانو. شهربانو، تو انتظارت مشخصاً چیه؟ فکر می‌کنی دولت چه کنه که این احتمال رو کاهش بده؟ مردم چه کنن؟ دولت باید چه کار کنه؟ مهمترین کاری که فعلا دولت میتونه باید واضح بسازه که واقعا داعش حضور داره یا یک چیز خیالی، یک جنگ روانی است که دارن برای مردم اتفاق میفته. این بر مردم بسیار مهم است که واقعیت معلوم شوه. بعد زمینه کار و آگاهی رو به مردم مساعد بسازه تا رو به چنین جنبش های تندرو نیارن، چی طالب باشه چی داعش باشه. وقتی مردم، وقتی جوانای افغانستان در تمام نقاط افغانستان مصروف و کار و وظیفه و دست باشد، دیگه فرصت بهشون نمیمانه که فکر کنن برن به طالب یا به داعش یا به این مسائل فکر بکنن و رو بیارن. فقط مهمترین کار اول واقعیت معلوم شود که ما هم بدانیم که این داعش هست یا واقعا نیست. بعد مردم مشغول بسازه، زمینه کار ایجاد شود، زمینه تحصیل ایجاد شود تا دیگه ما خیال ما راحت شود که طالب و داعش هر دوش نیست و نابود شود. مرسی، ممنون از هر دوی شما، شهربانو از کابل و اسحاق از هرات. بریم سراغ نیما ببینیم بازی چیزایی از پیام های شما آمده کرده میخواد برامون بخونه. بله، به توییتر این بار میریم. مرتضی نوشته که فعالیت گروه هایی به نام داعش یا حامیان داعش زنگ خطری جدی برای افغانستان است. این گزارش ها آدم را یاد روزهای نخست ظهور طالبان میاندازد. قدوس نوشته که فکر می‌کنم داعش در افغانستان نیست و نخواهد بود، و اینکه چرا در این روزها بحث داعش هست در افغانستان اوج گرفته، بحث اعلان
کابینه است و اینکه داعش در حوزه جنوب غربی دیده شده. خود مردم به گونه ای با اعلان نارضایتی از حکومت میخوان اختارگونه این موضوع را مطرح کنند. در واقع میگه که مردم اختار دارن میدن با این کار و اینا خبری نیست. اعظم میگه یک تعداد از افراد در اطراف ولسوالی ولایت فاریاب دیده شدند که به لسان یا زبان عربی صحبت میکنند و این افراد مردم فاریاب را خیلی نگران ساخته. در ولسوالی در واقع فاریاب افرادی اومدن، قراره که گفته شاهدان میگه با خودشون پرچم‌های سیاه دارن، یک تعدادشون با خود فامیل‌های خود را نیز آوردند. ضیاءالحق نوشته که من این به این عقیده هستم که حضور داعش بستگی به آمریکا دارد. اگر آمریکا میخواهد شکست خود را در برابر طالبان به نام داعش در واقع توجیه کنه. مریم مرسی نیما. عبدالرؤوف از فرار روی خط یک با ما صحبت میکنه و نوید احمد از هرات روی خط دوی ماست. با عبدالرؤوف شروع بکنیم. مشاهده خاصی خودت داشتی از احتمال حضور نیروهای داعش در افغانستان؟ سلام علیکم و رحمت الله خدا. بله میشنوین؟ بله بله میشنم، بفرمایید. خود ما قرار شنیدن از دیدن کنه، قرار شنیدن بله شنیدیم و بسیار بسیار شنیدیم که مثلا گفته در خود ما در ولایت فراز میگیم اینه در قریه ولسوالی خاکشید یک گروه 80 نفری به رهبری مولوی عبدالمالک و مولوی عبدالرزاق اینا در اینجا با خود گروهی حتی گفته شده که مثلا با این افراد عرب هم هست، گفته افراد عرب هم هست و بسیار با سلاح‌های سنگین و بسیار با سلاح‌های پیشرفته مجهز و در حال حتی واقعی یک پایگاه هم جور کرده که در حال تمرین هم می باشه در اونجا. فکر میکنی که اینها محبوبیت دارن؟ یعنی مردم احیانا ممکنه که طرفداری بکنن از این افرادی که خودت الان اشاره کردی بهش؟ آره نسبتاً کم کم. از یک نظر بگی که مثلا امنیت بسیار خرابه، مردم رضای امنیت میگرده و خیلی کسا که مثلا خودم در شهر زندگی میکنم و خودم در داخل بازار دارم پرسان میکنم مثلا از بعضی کسا که مثلا بعضی کسا بسیار از بیامنیتی یعنی فضان داره به وجد آمده، بعد از او زیاد کسا نسبت هم بعض کسا هست که مثلا از حتی از آمادن از اون هست که مثلا بعض کسا هست استقبال مینه. خودت چی؟ نظر خودت چیه؟ خودت مشخصا نظر چیه؟ فکر میکنی جای نگرانی داره اگر که داعش حضور پیدا بکنه در افغانستان یا نه؟ از یک نظر اگر داعش با ما روی و طریقه که در سوریه و عراق ظاهر شده اگر با ما افرادگرایی خود مثلا دیه داخل افغانستان هم اگر مثلا ظاهر بشه که ظاهر شده فیلن در بعض ولایات که در خود بخصوص در ولایات خود ما که من یقین دارم 100% که ظاهر شده اگر با های افراطی باشه بلکه با مخالفت های زیاده بر خود می نمه، اگر نه مثلا با او تندرگی ها و افرادگرایی ها خود نه یا ممکن است ها، ولی محبوبیت داره داخل مردم زیاد هم کتا هم شنویدم بسیار کتا هم از اون استقبال می نه حمایت می نه. پس فکر میکنی که امکان این هم وجود داره که سری ازشون طرفداری بکنن؟ با نوید احمد صحبت کنی. نوید احمد تو خودت نگران هستی از اینکه احتمال بدی یا احتمال داشته باشه یه عده بگن که دیدن حتی یه عده از این افراد رو افغانستان، تو خودت نگرانی از این وضعیت؟ اگه این بیان و حضور پیدا بکنن واقعا چی میشه؟ نگران سلام عرض ادب دارم حضور شما و همه همکاران شما و از طریق تلویزیون شما با همه بینندگان تلویزیون بی بی سی. نگرانی که شما یادآوری کردیم در نظر شخصا خود من چی که همه مردم نگران است از حضور ازی داعش و من خودم از ولایت هرات از ولسوالی شیندند معلوماتی که دارم به ارتباط داعش تو داخل امی یک ماه حضور از و ولسوالی شیندند دیده شده و او داعشی که بعض برادرهای از طریق تلویزیون شما یادآوری شدم که خارجی ها نه همون طالب هاست و اول پرچم های سیاه از و به نام داعش و او پروژه طالبانی از او ختم شده و پروژه داعش سازی حالا شروع شده. این که با نتیجه از این چی میشه و کار از این ها که
به سوریه و به کشورهای عربی فعالیت از او به او سرد رسیده به افغانستان بازیر ما آباینده میتونه ما و شما باز نظر داده. مرسی، خیلی ممنون از تو که تو برنامه ما شرکت کردی. با عبدالرؤوف از فراغ خدافظی بکنم، جاش رو بدم به تیرنا از آلمان. تیرنا، به نظر چقدر زمینه فعالیت در افغانستان برای اعضای گروه داعش وجود داره اصلا؟ با تمام بینندگانتان سلام عرض میکنم. من به این نظر هستم که داعش در افغانستان شانس ندارد در صورتی که حکومت مرکزی در کابل تشکیل شود. آقای اشرف غنی و آقای عبدالله باید بکوشند که به سرعت دولتداری را تشکیل کنند. در صورت تشکیل دولتداری، حکومتداری درست و یک اندازه سالم، امکان از این موجود است که قوای نظامی افغانستان بتواند مانندی که در مقابل طالبان می جنگند و موفق هم در این اواخر شده اند، از قندهار امروز و دیروز رانده شدند، از مناطق جنوب شرقی هم تا اندازه رانده شدند. امکانش موجود است که داعش و گروه تندروه طالبان با هم یک جا نشوند. اگر حکومت مرکزی تشکیل نشود، خطر طویل مدت جنگ تروریستی در افغانستان امکان پذیر است. ولی من شانسشو باز هم ضعیف می دانم، چون بنام طالب گروه های دوست، قطعا و طریق و گروه های تندروی مختلفه می توانند که بنام داعش در افغانستان مردم را به ناراحتی بندازند. ولی شانسش ما در افغانستان ضعیف می دانم در حالت حاضر. متاسفانه تیرنا رو از صداش رو از دست دادیم. خیلی سریع با نوید احمد از هرات خدافظی بکنم، جاش رو به شهباز از قندوز بدم. شهباز، تو احیانا مشاهده خودت شخصا داشتی از حضور احتمالی نیروها یا شنیدی چیزی؟ با عرض سلام خدمت شما و تمام کارمندان شبکه بی بدل جهانی بی بی سی و همه شنونده و بیننده های خوب شما، من شخصا در ولایت قندوز از حرکات فعال گروه طالبان و القاعده در قندوز، در تخار و در بدخشان آگاه هم و به عنوان یک فردی که همه روزه با این مسائل درگیر هستم شکی نیست که بسیار فعال هستند. اما باید یک نکته را خدمت شما به عرض برسانم، اینکه داعش و القاعده و طالبان سه جسم و یک روح هستند و در به عبارت دیگر سه گروه و یک ایدئولوژی هستند و حرکاتی هم که داعش نما در افغانستان آغاز شده از قندوز گرفته تا غزنی، هرات و فرا و به همینطور پکتیا و نورستان که خاتمه پیدا میکنه، هیچ شکی وجود نداره که داعش در افغانستان وجود داره و این یک نگرانی شدیداً جدی و قابل رای حل برای عزیز باید جستجو شود. مرسی. پس شما نگران هستی، تیرنا هم از نگرانیاش میگفت. ممنون که از مشاهدات و تحلیل هاتون با ما گفتین. برای آخرین بار فرصت هست که بریم پیش نیما ببینیم چی داره برام. بله، ایمیل مظفری نوشته که به نظر من طالبانی که در جنگ علیه نیروهای دولت افغانستان شکست خورده باید تغییر نام اومده تا یک تشویش ایجاد کنه و مشکل جدی افغانستان در بهار آینده شاید همین باشه. شکیب از هرات گفته که فکر میکنه ظهور داعش در افغانستان بیشتر از اینکه خود داعش در جریان باشه در دست اونها باشه، در دست استخبارات منطقه است و اونها دست دارن. باورش سخته که گروهی مثل داعش را جایی رو مثل افغانستان برای رشد خودشون مناسب بدونن. مهدی پارسا نویسنده و خبرنگار گفته است از کابل، گفته که داعش متفاوت تر از هر گروه مثل القاعده و طالبان و دیگر گروه ارز اندام نموده، رو به گسترش هست در مناطق مختلف آسیایی و خاورمیانه، جدی نگرفتنش کار درستی نیست. هر مریض رو باید در آغاز جلوش گرفت، باید جلوشون رو گرفت و بعد از اینکه پایان ماموریت ناتو و آمریکا رخ داده در افغانستان تهدیدهای این چنینی خواهد بود و نه تنها افغانستان بلکه چین و ایران و روسیه و ازبکستان و ترکمنستان و بقیه کشورهای منطقه و فرامنطقه رو تهدید خواهد کرد. پیامهای زیادی بود، متاسفم که نتونستم همشون رو بخونم. خداحافظی میکنم. مریم، مرسی نیما. برنامه امشب ما هم تموم شد. ممنون از شمایی که توی این برنامه شرکت کردین و عذرخواهی میکنم از شمایی که نوبت امروز ما بهتون نرسید. فردا هم نوبت شماست. به شرط که ما تلفن کنید و نظراتتون رو برامون بفرستید. تا اون موقع شب و روزتون خوش.